هشدار بازرس ویژه آمریکا از ناتوانی افغانستان در اداره پروژه های توسعه پس از سال 2014 و متهم شدن حکومت افغانستان بر تلاش برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری. به نام خداوند یکتا، با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 دلو سال 1391 خورشیدی برابر است با 14 فوریه 2013 میلادی. من فواد امان هستم. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، دولت افغانستان نمیتواند پروژه های توسعه‌ای را اداره کند و واشنگتن باید درباره مصرف کمک هایش در پروژه های بازسازی افغانستان بازنگری کند. بازرس ویژه آمریکا در کمیته نظارت کنگرس میگوید که کشورش تا اکنون 20 میلیارد دلار را در پروژه های توسعه افغانستان اختصاص داده است، اما این مقدار پول هنوز مصرف نشده و به علت موجودیت فساد در دولت افغانستان مسئولان دولتی نمیتوانند پروژه های توسعه را اداره کنند. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا دیروز در کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان توقف پروژه های توسعه‌ای را در این کشور به دنبال خواهد داشت و به علت فسادی که در دولت این کشور وجود دارد مسئولان آن نمیتوانند پروژه های توسعه‌ای را اداره کنند. این بازرس به ایالات متحده آمریکا توصیه کرده که باید درباره مصارف این کمک ها در افغانستان تجدید نظر کند. چنانچه نیروهای آمریکایی خارج می شوند، ما فرصت فشار دادن کلید توقف کمک ها را داریم. این یک فرصت مهم توقف برای ارزیابی مجدد تمامی پول هایی است که تا کنون مصرف نشدند. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا میگوید که کنگره آمریکا در نظر دارد 10 میلیارد دلار را برای پروژه های توسعه در افغانستان اختصاص دهد، کشوری که فساد اداری در آن مزمن است. اگر افغان ها نتوانند یک بیمارستان را حفظ و نگهداری کنند، ما چرا آن را بسازیم؟ وی تاکید میکند شماره از پروژه هایی که با کمک ایالات متحده آمریکا در بخش های ناهم ساخته شدند، با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان این پروژه ها از نظارت بازرسان ایالات متحده آمریکا به دور خواهد ماند. ممکن است دلیل به انتقال پول به بیرون برای یک پروژه و یا برنامه خاص وجود داشته باشد، اما باید خطر عیف و مل شدن آن را توجیه کنند. از سوی هم رئیس کمیته فرعی نظارت مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که فرستادن پول مالیات دهندگان کشورش به حکومت افغانستان که به قول این کنگرسمن آمریکایی یکی از فاسدترین حکومت ها در روی زمین است، در شرایط کنونی برای واشنگتن ناخوشایند است. اما وزارت مالیه میگوید که 80% کمک ها از سوی کشورهای کمک کننده و یا انجوها در افغانستان هزینه شده و دولت مسئولیت حسابدهی آن را ندارد و از میان 20 میلیارد دلار کمک های ایالات متحده آمریکا برای پروژه های بازسازی تنها 20% از سوی دولت افغانستان در بخش های جاده سازی و دیگر پروژه های زیربنایی به مصرف رسیده است. در پروژه های انکشافی که پولی که از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف شده، بیشترینش غیر اختیاری بوده و اگر اختیاری بوده طبق پلان حکومت به مصرف رسیده. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا میگوید که وی از تمامی نهادهای آمریکایی که در افغانستان فعالیت دارند خواهد خواست تا در مورد پروژه های توسعه در افغانستان گزارش دهند و پس از بررسی این پروژه ها دولت آمریکا در مورد آغاز پروژه های جدید توسعه تصمیم خواهد گرفت. بخش دفاعی و امنیتی سازمان جهانی شفافیت بریتانیا از وجود فساد گسترده در بخش تدارکات وزارت دفاع ملی و پیامدهای بد آن هشدار می‌دهد. رئیس برنامه دفاعی و امنیتی این سازمان هشدار می‌دهد که اگر حکومت افغانستان برای نابودسازی فساد در نهادهای امنیتی اش اقدام نکند، این پدیده سبب قطع کمک‌های جهانی در این بخش‌ها خواهد شد. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان این یافته های سازمان جهانی شفافیت بریتانیا را تایید می کند و می گوید که بیشتر سوی استفاده ها از سوی نیروهای خارجی و شرکت هایی که مسئولیت انتقال مواد تدارکاتی ناتو را بر دوش دارند انجام شده است. نظیف محبوبی در این باره گزارش دارد. بخش دفاعی و امنیتی سازمان جهانی دیدبان شفافیت بریتانیا وجود فساد گسترده و دستبرد مواد تدارکاتی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی را به روند انتقال مسئولیت های امنیتی کشور هشدار دهنده می داند و می گوید که اگر حکومت افغانستان برای نابودی این پدیده در نهادهای امنیتی کشور به ویژه وزارت دفاع ملی اقدام نکند، جامعه جهانی کمک هایش را در بخش تجهیزات نظامی به افغانستان قطع خواهد کرد.
اجازه دهید تأکید کنم که کمک‌های جامعه جهانی نیازمند مبارزه جدی با فساد است. در غیر آن ممکن این کمک‌ها با خطر قطع شدن روبرو شود. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان این گزارش سازمان دیدبان شفافیت جهانی در بریتانیا را تایید می کند و ناتوانی حکومت برای نظارت از قراردادی های مواد تدارکاتی نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی را با شرکت هایی که مسئولیت انتقال تدارکات را بر عهده دارند به امنیت آینده کشور هشدار دهنده می داند. یکی از نکاتی که تاکید کردیم این است که همون موادی که در این مایده هست بین افغانستان و ایالات متحده امریکا و فعلا تحت تجدید نظر است این مایده، باید قسم ایجاد شود که اینمی مافیات از مافیات مالیاتی سوء استفاده نشد. یافته های بخش دفاعی و امنیتی سازمان دیدبان شفافیت جهانی نشان می‌دهد که روشن نبودن پالیسی حکومت در بخش های امنیتی، نشانه های از پیوند نیروهای نظامی با جرایم سازمان یافته، نبود بازرسی از مصرف های پنهانی، آگاه نبودن حکومت از مصرف های بودجه خارجی، استخدام و ترفیع غیر معیاری، نبود نظارت از قراردادی های خصوصی نظامی، افغانستان را در بخش های سیاسی و نظامی با بحران روبرو خواهد ساخت. در این میان آنچه که دیدبان شفافیت افغانستان، ناتوانی وزارت دفاع ملی در کار گزارش دهی از چگونگی عملی شدن قراردادی های این وزارت برای خریداری مواد تدارکاتی نیروهای امنیتی افغان با شرکت های خارجی می داند، نگرانی های را از سوی سازمان دیدبان شفافیت جهانی هم به همراه داشته است. معلومات در مورد 20 قرارداد بخش دفاع یافتم، ولی خود قراردادها وجود نداشتند و تقریبا همه اینا معادل 10 میلیون دلار می شد که بسیار کم است نظر به خریداری هایی که وزارت دفاع می کنه. فساد اداری در بخش دفاعی نگران کننده است. این مسئله بر بنیاد سه اصل خیلی خطرناک است: کاران نبودن تجهیزاتی که نیروهای افغانستان از آن استفاده می کنند، وجود تفرقه که فساد سبب آن شده است، و سومین که این پدیده برای منابع مالی هشدار دهنده است. به نظر می رسد که حکومت افغانستان برای عملی کردن فرمان شماره 45 که در آن برای نابودسازی فساد داری به نهادهای دولتی مهلت 6 ماه داده بود ناتوان بوده است. جبهه ملی هشدار می‌دهد که حکومت در تلاش تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انحصار قدرت است. این جبهه از حکومت می‌خواهد تا کارت‌های رایدهی پیشین باطل و در انتخابات از شناسنامه‌های برقی استفاده شود. احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی می‌گوید که در صورت پیروزی این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری، پرونده کابل بانک را بررسی می‌کند و وزیرانی را که در قراردادهای بزرگ دست دارند محاکمه خواهند کرد. جبهه ملی در یک نشست زیر نام نقش زنان در انتخابات 2014 از احتمال تقلب در انتخابات ابراز نگرانی کرد و این جبهه تاکید دارد که حکومت در تلاش است تا رسیدن به قدرت از راه خشونت را نهادی نسازد. طالبان از طریق زور میخواهند حاکم شوند در افغانستان، حکومت فعلی از طریق تقلب، زور، حیله، نیرنگ. از سوی هم جبهه ملی هشدار می‌دهد که نباید از کارت‌های گذشته که زمینه ساز تقلب است در انتخابات ریاست جمهوری استفاده شود. او کارت‌ها باطل شد و کارت‌های گذشته، او کارت‌های جدید توزیع شود و به گونه‌ای تنظیم شود که لیست رای دهندگان در هر ولایت و ولسوالی معین باشه که ما چند نفر در اونجا داریم. جبهه ملی میگوید که در انتخابات با تمام جریان‌های سیاسی یک نامزد واحد را در انتخابات معرفی خواهد کرد و در صورت پیروزی جبهه ملی در انتخابات پرونده‌های فساد با ویژه کابل بانک را بررسی خواهد کرد. اولین کاری که جبهه ملی خواهد کرد که یک اصلاحات عمیق در تمام نهادهای عدلی افغانستان به وجود خواهد آورد. اولین پرونده را که باز خواهد کردیم اوی مسئله کابل بانک خواهد بود و تمام پولای دزدیده شده که از کابل بانک دزدی کردند به ارتباط شخصیت‌های بزرگ سیاسی افغانستان به زور پولا را دوباره ما اعاده خواهد کرد. هرچند خواستیم که در پیوند به سخنان رهبران جبهه ملی دیدگاه ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. ولی پیش از این رئیس جمهور کرزی تاکید به برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور کرده و از کنارگیری خود از قدرت پس از سال 2014 نیز اطمینان داده است. ایساف اطمینان می‌دهد که خروج 34,000 نیروی آمریکایی تا پایان سال 2013 میلادی هیچ تأثیر منفی بر وضعیت امنیتی افغانستان نمی‌گذارد.
همکارم خالد مقصودی از زبان سخنگوی ایسف در کابل می نویسد که توانایی نیروهای امنیتی افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است و هیچ نگرانی پس از خروج این نیروها وجود ندارد. و تازگی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تا پایان سال روان میلادی 34,000 سربازش افغانستان را ترک می کند. در حالی که هنوز شورشیان مسلح در مناطق از کشور فعالیت دارند و به نظر می رسد که این شورشیان امنیت را به چالش کشیدند، اما ایساف خروج 34,000 نیروی آمریکایی را مسئولانه می داند و می گوید که هیچ نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان وجود ندارد. روند خروج نیروهای خارجی با توجه به توانایی و پیشرفت‌های نیروهای افغانستان انجام می‌شود. در بهار سال آینده تمام مسئولیت‌های امنیتی کل افغانستان به این نیروها واگذار خواهد شد. پس از سال 2014 شمار نیروهای خارجی نیز در این کشور در نقش آموزگار و مشاور باقی خواهد ماند. هرچند حکومت افغانستان انتظار دارد که شمار از تجهیزات نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان داده شود، اما ایساف میگوید که تا هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است و این مسئله در نشست آینده اعضای ناتو در بروکسل روشن خواهد شد. Just recently the United States provided hundreds of هنوز در پیوند با واگذاری تجهیزات نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان تصمیم گرفته نشده است. زمانی که این مسئله از سوی ناتو در بروکسل روشن شد، از سوی آنان اعلام می شود که چه مقدار تجهیزات را به نیروهای افغانستان واگذار می کنند. همکنون 66,000 سرباز آمریکایی در کشور حضور دارند که با خروج 34,000 آن شمار این نیروها به نصف کاهش می یابد. کاخ سفید عملیات های رسمی خود در افغانستان را تا آخر سال 2014 پایان می دهد. اما هنوز روشن نیست که چه تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند. خروج 34,000 سرباز آمریکایی از کشور در حال اعلام می شود که تا هنوز نگرانی وزارت دفاع ملی از کمبود جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات هوایی ارتش ملی رفع نشده باقی مانده است. افغانستان امروز گواه اعتراض‌های ضد خشونت در برابر زنان بود. ده ها تن از فعالان حقوق زن در راهپیمایی کوتاه در شهر کابل خشونت بر ضد زنان در افغانستان و حتی در جهان را نکوهش کردند. آنان از سازمان ملل متحد خواستند تا بر روند خشونت بر ضد زنان در افغانستان و جهان تلاش کند. در شهر مزار شریف هم فعالان حقوق زن در نشست از افزایش دو برابری خشونت بر ضد زنان ابراز نگرانی کردند. فریده سوما جزئیات می‌دهد. شمار از نهادهای دفاع از حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای جامعه مدنی بر روز پنجشنبه در یک راهپیمایی در شهر کابل بر پایان دادن به خشونت علیه زنان در افغانستان و جهان تاکید کردند. راهپیمایی که برای همصدایی با 1 بیلیون زن و مرد در جهان همساله در 14 فوریه برای پایان دادن به خشونت انجام می شود پیوند دارد. زنان در افغانستان با خشونت بیشتر مواجه هستند. پس ما هم خواستیم که با همه جهانی ها امروز صدای ما را بلند کنیم که خشونت علیه زن بس است. نریوال تولن باید شوزو په مسائل باندې جدی پام وکړي. کتی رای که اول دغه فکر وکړي چې دغه تیرای که سبا ده ما خور سبا مور سره سي دا به څه فکر به وکړي. همزمان با این فعالان حقوق زن در نشست در شهر مزار شریف از افزایش میزان خشونت ها در شمال کشور ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند میزان خشونت ها در برابر زنان در شمال نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته و باید جلوه آن گرفته شود. هزاران نوع خشونتی است که در وطن ما جریان دارد و یکی از عوامل بسیار عمده از عدم آگاهی مردم از اساسات دین مقدس اسلام است. در این میان شمار از کشورهای دیگر جهان مانند فیلیپین، پیرو و نیپال نیز گواه اعتراض‌های مشابه در این روز بودند. سو استفاده قرار گرفتند و ما زنان اجازه ادامه این کار را نمی دهیم. به همین خاطر ما در این روز می خواهیم که به این خشونت علیه زنان پایان دهیم. به مناسبت خیزش 1 میلیاردی زنان از سر و سر جهان خواهان پایان خشونت بر علیه خود هستند. شمار زیادی از این گونه زنان در نیپال موجود است. سفیر امریکا در افغانستان در سفر به ولایت ننگرهار یک بار دیگر به برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در کشور تاکید میکند. در همین حال گل‌آقا شیرزاده والی ننگرهار از احتمال نامزد شدن از در انتخابات ریاست جمهوری خبر میدهد. او میگوید که در این باره با بزرگان قومی در حال مشورت است. همکارم تقی الله تقی از ولایت ننگرهار این گزارش را فرستاده است. سفیر امریکا در سفرش به ولایت شرقی ننگرهار یک بار دیگر تاکید کرده است که امریکا هر آنچی در توان داشته باشد برای برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان به کار می‌گیرد.
من با والی همچنان روی اهمیت انتخابات در سال 2014 صحبت کردیم و من به او اطمینان دادم که امریکا هر کاری را که در توان دارد برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به کار می‌گیرد. ما از تمام جناح‌های دخیل در انتخابات به شمول دولت، مخالفان سیاسی و نهادهای مدنی می‌خواهیم تا به خاطر نفع مردم افغانستان با هم همکاری کنیم. در همین حال گل‌آقا شیرزای والی ننگرهار از احتمال نامزدیش در انتخابات پیشرو سخن گفته است. آقای شیرزای در نشست خبری مشترک با سفیر امریکا میگوید که هم اکنون با بزرگان قومی در حال مشوره است و اگر مردم از او بخواهند خودش را در انتخابات نامزد خواهد کرد. دا مهم خبره ده چې د افغانستان د قومونو ولسونو په مشره باندې باید د دې سره په مشروع کې مو او د افغانستان مشره بیا د پیسلو کې. پس از عطا محمد نور والی بلخ، گل‌آقا شیرزای دومین والی بر حال حکومت است که درباره احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است. اما پیش از این رئیس جمهور کرزای در آغاز هفته جاری در نشست کابینه از مقام‌های دولتی که می‌خواهند خود را در انتخابات نامزد کنند خواست از وظیفه دولتیشان کنار روند. 24 سال پیش در چنین روزی قشون سرخ شوروی افغانستان را ترک کرد. مردم افغانستان پس از 10 سال مبارزه سرانجام توانستند قشون سرخ را در 26 دلو سال 1367 خورشیدی مجبور به ترک افغانستان کنند. همکارم نظرالدین مصلح این رویداد تاریخی را در گزارش از وضعیت یک شهروند کشور آغاز کرده، شهروندی که دو دستش را در این مبارزه از دست داده است. مردم افغانستان دست کم 10 سال در برابر قشون سرخ شوروی مبارزه کرده اند. صدها تن در این مبارزات مسلحانه کشته، معلول و هزاران تن دیگر مانند آدمخوان اعضای بدن خود را از دست داده اند. او میگوید در برابر قشون سرخ شوروی جهاد کرده است، اما حالا در حالی که هر دو دستش قطع است در شهر کابل بود فروشی میکند. حکومت که دیولا سونه میوار که با جهاد که روسیان وقتی باید حکومت که دیما جایل غم خوری لپکم اتراکی دماغوکی باید سیاه خلقو مونگ در لسونه وارد و روسیان و پمکایل که خلق مکمیت را کشکای حکومتی. آدم خان یکی از میلیون شهروند کشور است که در برابر قشون سرخ شوروی مبارزه کرده و معیوب شده است. قشون سرخ سرانجام بر اثر مبارزه خستگی ناپذیر مردم افغانستان در 26 دلو سال 1367، یعنی 24 سال پیش از این روز، مجبور شد افغانستان را ترک کند. نیمی از لشکر 120 هزار نفری ارتش سرخ در کشور در این نبرد نزدیک به 10 سال مردم افغانستان کشته و زخمی و ناپدید شدند. بعد از اینکه شوروی از افغانستان برآمد، یک نظام بسیار قانونمند، یک حاکمیت ملی به جا گذاشت. نیم میلیون قوای مسلح داشتیم، 700 بال تیاره مختلف نو، 3500 چین تانک و به میلیون ها سلاح ثقیل و خفیف و یک نظامی که از خود دفاع کرد. اما در طرف دیگر مجاهدین این روز را روز پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر شوروی پیشین اعلام داشتند. اندک پس از شکست ارتش سرخ، رژیم دکتر نجیب الله آخرین حکومت کمونیستی نیز سقوط کرد. اما دیر نگذشت که درگیری های مسلحانه میان گروه های مجاهدین یک بار دیگر افغانستان به ویژه کابل را به میدان نبرد های سنگین بدل کرد. جنگ هایی که منجر به کشته شدن هزاران فرد بیگناه و مهاجرت میلیون ها تن دیگر به کشورهای همسایه شد. رهبران مجاهدین وقتی که آمده در اینجا اولا برنامه دقیقی یک حکومت ندارد. برنامه و پروگرام تشکیل یک حکومت درست و مفصل و روشن اینها در اختیار خود ندارد. یک. دوم، امی رهبران که ادعا میکردن که برای خدای کار میکنه، بعدها معلوم شد که همه کارها 100% برای خدا نبوده. اما پرسش اینجاست که مسئول این همه کشتار و نابسامانی ها کیست و چرا عاملان این جنایت ها و پنجه قانون سپردن نمیشوند؟ افغانستان کشوری هست که ایجاب میکنه نظام سیاسی افغانستان تمام روند جنگ در افغانستان مرور بکنه و تمام افراد، اشخاص و نظام هایی را که در افغانستان باعث کشتار جمعی در کشور شدن او را مورد غور و بررسی قرار بدن. روند حقیقت یابی باید صورت بگیره و پروسه عدالت انتقالی هر چه زودتر در افغانستان باید عملی شود.
هرچند بیشتر شهروندان کشور 26 دل یعنی روز خروج و کشون سرخ شوروی را به عنوان روز حماسه آفرین و تاریخی در کشور دانسته و از آن استقبال میکنند، اما همواره میپرسند که چرا آرمان‌ها و اهداف مردم افغانستان تا کنون تحقق نیافته است. نظرالدین مثلی، تلویزیون یک، کابل. امروز 14 فوریه برابر است با روز جهانی عاشقان. مردم در بسیاری از کشورها به ویژه افغانستان از این روز گرامی داشت نمودند. در سالهای اخیر بسیاری از جوانان در افغانستان هم از این روز گرامی داشت میکنند. بیش از 170 بانو در رقابت ستاره‌های دینی برنده شدند و برایشان جایزه داده شده است. چنین رقابت‌ها میان بانوان همساله در کشور برگزار می‌شود. در این دور از رقابت‌ها در شهر کابل بیش از 500 بانو اشتراک داشتند. کمیسیون برگزاری ستاره‌های دینی هدف از برگزاری این برنامه را بلند بردن دانش دینی بانوان و دفاع از حجاب اسلامی می‌دانند. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدار.